سلام دوستان تو این دوره میخوایم در خصوص مدل سازی ریاضی با هم دیگه صحبت بکنیم مدل سازی ریاضی اولین قدم در مباحث تق در عملیات هست تو بحث بهینه سازی وقتی که ما سیستممون رو شناختیم باید اون رو بتونیم به یک مدل ریاضی تبدیل کنیم تا بتونیم توی نرم افزار یا توی حالا الگوریتمی که میخوایم اون رو بتونیم حل کنیم پس مدل های ریاضی در واقع واسطه هستند که ما سیستممون رو بشناسیم و اون رو به نرم افزار یا الگوریتم خودمون بشناسونیم بیاین به کامپیوتر بشناسونیمشون مثلا بعد اول مدلشون کنیم حالا از اونجایی که مدل های ما خیلی پیچیده میتونن باشن ما از قسمت ساده خطی اون شروع میکنیم تا بتونیم مفاهیم اصلی اون رو درک کنیم و بعد وقتی که این مفاهیم رو درک کردیم هر نوع مدل ریاضی که بخوایم رو میتونیم بر اساس اون تحلیل ایجاد بکنیم مدل سازی ریاضی مبحثی هستش که نیاز به تجربه و حل تمرین بسیار زیادی داره تا اینکه بتونیم تو اون قضیه حرفه‌ای بشین یک ساختار کلی وجود نداره یک استانداردی وجود نداره یک قالبی وجود نداره که من مثلا سیستمم و اطلاعاتش رو وارد اون قالب بکنم و اون قالب به من مدل رو برگردونه باید بر اساس تمرین و بر اساس تجربه این کار رو انجام بدیم به خاطر همین بعد از اینکه ما اومدیم اینجا مدل های ریاضی رو و مفهوم مدل خطی رو ارائه دادیم مثال های زیادی رو حل می کنیم و مخصوصا چالش های اصلی توی این قضیه مثل چالش زمانبندی و توالی کارها هر کدوم از این چالش هایی که الان اینجا می شاید یه جوری یک پایان نامه بشه در موردشون میشه نوشتهش مثلا این قضیه زمانمندی و توالی کارها انواع اقسام پایان نامه های دکترا یا ارشد ارائه شده توی مباحث نرم افزار بسیار کار میشه واسه اینکه بتونن کارخونه ها رو اتوماسیون کنن ما واسه اتوماسیون سازی خیلی از تحقیقات استفاده استفاده میکنیم به خاطر اینکه بعد تصمیم گیریایی که انسان انجام بده رو تبدیل میکنیم به ربات انجام بده و کار انسان رو کمتر کنیم و انسان دیگه نظارگر اون ربات خواهد بود دستورها و فرمانها رو بهش میده و خیلی جاها ربات اون تصمیم گیری هایی که نیاز نیستش انسان واردش بشه رو انجام میده یا اینکه اگر تصمیم گیریای پیچیده باشه به انسان کمک میکنه تو اون زمینه که این گزینه ها وجود داره اینا بهتر از اون یکی ها هستن تو حالا بیا تصمیم نهایی رو بگیر به خاطر این ما وارد بحث چالش ها مثال های معروف میشیم چند تا مثال از این قضیه رو حل میکنیم تا درس ششم که میایم اینجا دیگه میگیم اوکی اگر یک در واقع مدل دو بودی داشتیم چطور اون رو میتونیم حل کنیم نا کنید توی مدل سازی ها یا توی مفهوم در عملیات ما خیلی با دو بود شاید کار نکنه اصلا تو دنیای واقعی ما سه بود داریم و حالا حالت هندسی هستش اما مدل های ریاضی ما 100 درصد بزرگتر از سه بود خواهد بودش اما حل هندسی اون باعث میشه یه دید مناسبی رو از اینکه چطور واقعا یک مدل ریاضی باید حل بشه رو به ما بده به خاطر این مبحث به ما کلا شناخت مدل های ریاضی و نحوه حلشون رو کمک میکنه به نحوه شناختشون و ما میتونیم از اینا درک خوبی رو پیدا کنیم و بعد میایم اینا رو تحلیل میکنیم اصلا در... به صورت کل چطور چه جوابهایی میتونیم اصلا بگیریم چرا بعضی وقتا وجود نداره جواب و سیستم ناسازگار چی هستش تو این درس اون رو میبینیم و در آخر میاییم یک پروژه عملی رو در نظر میگیریم فرض میکنیم ما الان تو یک خورد فروشی کار میکنیم خورد فروشی آنلاین و سفارش ها وارد این خورد فروشی میشه و میخوایم اینا رو تحویل مشتری بدیم این پروسه بین سفارش و تحویل دادن به مشتری خودش یه دنیایی از تصمیم گیری داره اینکه من باید برم از انبار این کالاها رو بگیرم بیارم انبار یه ذره دو ذره نیست کالا یه ذره دو ذره نیستش با ماشین که میخوایم بریم یه دونه، کالا یه دونه یه دونه نمیتونیم بیاریم و بریم اونا رو جمع کنیم بیاریم به کدوم از در واقع وسایل بگیم بره چه کالایی رو جمع کنه و بیاره و در چه زمانی بره که کمترین مسیر رو رفته باشه یا اینکه وقتی من میخوام کالا رو بدم به مشتری باید این رو بدم به وسایلی که حمل نقل میکنن اون وقت باید چه کالای مشت... چه مشتری رو بدم به چه کسی که مسیری رو بره که پرت نشه یه بره شمال بعد بره جنوب بعد چه مسیری بره این خیلی اهمیت داره و وقتی که تعداد زیاده انسان نمیتونه به خوبی اینا رو تخصیص بده و نیاز به کمک نرم افزار داره و ما باید اون نرم افزار رو تهیه کنیم و به انسان بدیم که بگه آقا این کالاها توسط این وسیله از این مسیرها بگذره و اون وقت اشخاص ناراضی نخواهم بود و خیلی جاهای این نارضایتی واسه افرادی که کار بار رو تحویل میدن وجود داره که آقا منو فرستان اول شمال بعد فرستان جنوب بعد دوباره فرستان شمال خب و کالاها دیر نمیرسه به دست مشتری کاراها اشتباه نمیرسه به دست مشتری و خیلی نظم بهتری رو میتونیم ایجاد بکنیم پس میایم این سیستم رو تعریف میکنیم و واسهش یک نقاطی که در واقع بالقوه هست که اونا رو میتونیم بهینه سازی کنیم و نیاز به مدل ریاضی داره رو تعیین میکنیم و یه مدل ریاضی یه قسمتش رو تعیین میکنیم اینجا با اینکه من سعی کردم خیلی مدل ساده باشه ولی باز هم خطی نیستش و مدل عدد سعی هستش اما توی دوره های بعد که حل اونا رو خواهیم دید به اینها هم میرسیم و هر کدوم از این قسمت هایی که تعیین کردیم و به صورت مناسب مدل سازی میکنیم و تو دوره های مختلف با هم دیگه حل میکنیم پس این دوره رو که در واقع پایه و اساس تقیق در عملیات و پایه و اساس برنامه‌ریزی هستش برنامه‌ریزی ریاضی هستش رو با همدیگه خواهیم دید ممنونم از شما امیدوارم دوره خوبی رو بگذرونید مرسی